سلام مخصوص بر بینندگان محترم. باز یک هفته گذشت و الحمدلله رب العالمین، الله سبحانه و تعالی لطف دارند به همه و ما هم شامل این الطاف الهی میشیم و تونستیم باز خدمت شما برسیم و زنده باهاتون صحبت بکنیم. تلفن های ما از اون اول برنامه بازه، هر کس خواست زنگ بزنه لطف بفرمایید، شمارتون میفته اینجا. اگر شمارتون رو ما شناختیم یا نشناختیم هم به هر حال جواب میدیم. اگر حرف مناسبی دارید صحبتاتون رو میفرمایید و با گوش جان گوش میکنیم و بینندگان محترم ما میشنوند صحبتهای شما رو. اگر حرف مناسبی ندارید به خودتون ظلم نکنید و وقتتون رو به کار دیگری ازش استفاده بکنید. بله فوتبال اتفاقا همین رو دخواستم عرض کنم خدمت بینندگان محترم. ما یه 45 دقیقه اول فوتبال رو نگاه کردیم، مساوی بودن، بعد حالا که ما صحبت داریم میکنیم با شما مثل که نیمه دوم شروع شده. در حین مسابقه فوتبال دستن دوستانی که دارن تماشا میکنن، اگر گلی باشه که ایران به نیجریه بزنه حتما به اطلاع همه شما میرسونیم و امیدواریم که همه در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسونده باشید و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و هر صحبتهایی که هست، اطلاعاتی که هست، با هم دیگه در میون بگذاریم و رد و بدل بکنیم. این چند روز گذشته امریکا و همپیمانهای اون یا به دروغ یا به راست دارم میگن که ما خبر نداشتیم که این افرادی که با سر مردم رو میبرن و باش فوتبال بازی میکنن، ما نمیدونستیم که اینا از سوریه اومدن عراق، از عراق هم اومدن به جاهای دیگه و دارن شهرهای عراق و یکی بعد از دیگری تصرف میکنن. و جالب اینجاست که میگن 800 نفر بیشتر نیستن و این 800 نفر اسلحه های آخرین مدل رو به دست گرفتن. حتی بعضی از این اسلحه ها میتونه هواپیماهای آمریکایی رو بزنه و بندازه. حالا ما نمیدیم حرفی کیو بشنویم یا بتونیم قبول بکنیم یا بگیم واقعا که چه خبره. ولی اولین جایی که امریکا التماس و دعا داشت از ایران بود که تقاضای کمک کردن و ایرانی هم همیشه در اینطور مواقع کمک میکنن. اونهایی که از ایران استمداد کردن بهشون دارن کمک میکنن و اونطوری هم که ما شنیدیم
تعداد زیادی از مردم ایران دارن داوطلب میشن اگر تق و توقی چیزی شد که اونام برن یا دارن چیز میبینن یا دارن تمرینات نظامی دارن میبینن که بتونن در این چیز شرکت بکنن، در این زر خورد شرکت بکنن. در ضمن هم میشه اونهایی که میخواستن مسلمان ها رو به جون هم بندازن معمولا خط شیعه و سنی میکشیدن و حالا مثل که یه هم چیزی هست و دارن میگن که بله شیعه و سنی فلان این حرف ها. بعد این وسط هم کورت ها هم این وسط گیر کردن که نمیدونن از این طرف باید برن یا از اون طرف برن و اونهایی هم که اطلاع دارید از تاریخ این منطقه میدونید که کردهایی که ما در اون منطقه داریم درست اسمشون کرد هست، اون تو خود کردها چند قبیله هستن، یه قبیله عربش هست، یه قبیله فارسش هست، یه قبیله ترک هستن. اینها سه قبیله مختلف هستن ولی ریشه شون کرده. پس بنابراین هر دفعه که میگن استقلال کردستان استقلال کردستان یه حرف بی‌معنایی هست، چون چطور میتونه سه قبیله مختلف بیاد یه کردستان بشه؟ گلو همدیگه رو پاره خواهند کرد. این هستش که ما همیشه گفتیم به وطن خود مؤمن باشید، به ملت خود مؤمن باشید. کردهای ایران به ملت و مملکت خودشون مؤمن هستند. از وقایعی که قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده یه مقدار خب دلگیر هستن. خب اون موقع شاه قبلی بوده که کارهایی میکرده که از انسانیت خیلی دور بوده و حالا دیگه همچه خبرها نیست، ولی افرادی هستن که این طور چیزها رو بر گرفتن و میگن زندانها پر از کرد هست، هر روز ده تا کرد و سرشون رو میبرن و از این حرف ها. و هم با غرض صحبت میکنن. ما امیدواریم که اونهایی که صدای ما رو میشنون و کردستان ایران هستن، یعنی اون قسمت اعظم 12 میلیون یا 15 میلیون کرد داریم در کردستان ایران که بزرگترین چیز هست، بزرگترین جمعیت کردستان هست. کردهایی هستن که به دین و آیین و مملکت خودشون وفادار هستن و در تمام سالهایی که گذشته همیشه این وفاداری رو حفظ کردن و جز سربلندی مملکت و ملت خودشون چیزی نخواستن. ولی خب یه عده‌ای هستن این وسط که وقتی که میگن آب گلالود کنید و ازش ماهی بگیرید، متاسفانه یه دم اینجا اینطوری هستن که صحبتشون هم همیشه یکیه که چرا ما زبان ترکی نباید کردی نباید حرف بزنیم، چرا نباید دانشگاه کردی چیز نکنن، چرا اینطور چرا اونطور. ما از یکی از این جوانهایی که برنامه های رسانه‌ای هم دارن در یه جلسه بوده امروز راجع به ترکیه صحبت میشد در واشنگتن، ایشون با ما یه مختصر صحبت کردن و صحبت اینجا بودش که بله در ایران اجازه نمیدن ما کردی صحبت کنیم، در ایران اجازه نمیدن ما زبون خودمون رو تدریس کنیم در ایران. گفتم خب کجا میدن اجازه میدن؟ گفت اینجا تو امریکن یونیورسیتی کردی درس میدن. یه نگاه کردم بهش گفتم مرد حسابی ایرم شد حرف. آخه شما در کردستان ایران کردی حرف میزنید؟ رفتیم توی ایلات شما و اونا زندگی کردیم، دیدیم چقدر مردمان وطن پرست پاک افرادی هستن که اصلا واقعا ایرانی الاصل اصل 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 بگیر ایرانی های آریایی هم اینا هستن، نژاد کردی هستن که از کوههای آرارات نه اون یکی کوههایی هستش که اومدن پایین، همیشه اسمایی دارن ما از یادمون میره، زاگروس هم نیست، آرارات هم نیست، یه چیزی بین این آروما یه هم چیزهایی انشالله پیدا میکنم اسم صحیحش. اون کوههایی که آریایی ها از اون کوه ها اومدن پایین که تعدادشون تقسیم شدن رفتن به طرف هندوستان و اون ریشه جمعیت هندوستان رو تشکیل دادن، یه در اومدن از این ور ایران رو بعد رفتن از ترکیه و به اروپا و تمام اون نژاد اونجا رو تشکیل دادن و روی این اصل هستش که میگن هندو یوروپیان نیشن. میگن کدوم هند؟ آریا
یوروپیان هست، آریا هند هست. به هر حال این برادر عزیز ما هم دیو هارت و پورت میکرد که آره با هم حرف نمیزنیم، هم چی کار نمیکنیم، به ما نمیکنیم. و ما گفتیم خب بیا یه روز بعد که بتونیم با هم صحبت کنیم و انشالله ایشون قرار ما رو دعوت کنه، حالا ببینیم کی و چون و کجا. به همه شما اطلاع خواهیم داد که بیایید و گوش کنید، ببینید مردمی که با غرض دارن حرف میزنن چطوری دارن حرف میزنن. از خودشون مایه نمیذارن، حرفایی رو که بی بی سی گفته یا رادیو قاسمین سرزمین های فلسطین گفته یا این آقایون وایس آف امریکایی که اینجا هستن اینا گفتن، اینا رو برمیدارن، اینا رو ملاک عمل خودشون قرار میدن و به یه طور خیلی بعدی هم توهین میکنن به هم مملکتی های خودشون، به خواهران و مادر اونا خودشون توهین میکنن و این واقعا مایه تأسفه که این اتفاقات داره میفته. ولی جالب اینجا بود که امروز که در واشنگتن این جلسه بود و تعداد زیادی از شخصیت های مهم واشنگتن هم اومده بودن و من اسامی اونا رو آوردم ولی اینجا همراهم نیست. اگر امکان داره یه چند دقیقه، یه 30 ثانیه به من فرصت بدید، من برم اونو بردارم بیارم. 30 ثانیه. بله، هر سال یک بار یه جایی هست به نام میدل ایست اینستیتوت. اینها مرکزی هستش که پژوهش‌های راجع به خاورمیانه میکنن و این پنجمین کنفرانسشون بود که انجام داشت میشد. من چشم درست نمیبینه، آیا شما میتونید ببینید؟ خیلی خوب. بعد این پنجمین کنفرانس سالانه بود، در یه جایی به نام نشنال پرس کلاب انجام شد و دو نفر از وزیرهای امور خارجه قبلی و چند نفر سفیر هم اونجا بودن که جزء این افرادی که امروز صحبت کردن از ترکیه تشریف آورده بودن شخصی بود به نام افغان علا و ایشون وزیر کشور ترکیه هستن که خدماتشون رو در سال 1988 شروع کردن. بعد از یه مدتی کارهای دیگه کردن و بعد حالا از سپتامبر 8 2007 تا حالا شدن وزیر کشور ترکیه و خیلی ایشون قشنگ به زبان ترکی صحبت میکردن و همه اون افرادی که اونجا نشسته بودن گوشی بهشون داده بودن و حرفایشون رو به انگلیسی ترجمه میکرد، یه رفع رو گوش میکردن. خیلی قشنگ شرح دادن موقعیت ترکیه رو که در این مدت با چه مشکلاتی روبرو شده، با چه مشکلاتی بوده و چه قدمهایی برداشته. بعد دیدن که خب اشتباه شده، مخصوصا در این قضیه سوریه که اینطور شده. و البته خب میدین سوریه حالا دیگه جزو کشورهایی هستش که از خطر تجزیه یه ذره در اومده و نیروی نظامیشون با همسایه ها، کمک های همسایه ها طوری شده که غلبه کرده برای این افرادی که سر مردم رو میبریدن و باش فوتبال بازی میکردن و میگفتن الله اکبر. حالا همون هستن که سرازی شدن به طرف عراق و این شخص که اهل ترکیه هستن خیلی جالب میگفتن که ما در ترکیه وظایفی داریم که بیشترش به مملکت خودمون باید برسیم، در مملکت خودمون. مثلا یک عده هستن گرایش به اسلام دارن و تعداد زیادی در گرایش به اسلام هر روز داره زیادتر زیادتر میشه و مردم ما
خیلی طوری هستن که ازشون اگر مثلا میخواهید بگید همه روسری سرتون کنین ممکنه نکنن، ولی خب نمازشون رو به جا میارن، روزشون رو میگیرن و فلانی حرفا. بعد یه آقای دیگه هم بودش که اونجا سفیر قبلی بودش به نام آقای فورد، امبسادور رابرت فورد، و این شخص در سوریه مثل که چیز بودن سفیر بودن. بعد یه آقای دیگه هم هستن به نام امبسادور رابرت پیرسون. بعد این دو نفر جز این امبسادورها صحبت میکردن که در این چند سال گذشته در این کوریدورهای کنگره یا کوریدورهای فکری واشنگتن دیگه نمیشنویم که بگن ترکیه یک الگویی برای مسلمان ها هست، دیگه نمیشنویم که بگن ترکیه یک الگویی برای عرب ها هست، نمیشنویم که بگن ترکیه یک الگویی برای فلان هست و بهمان هست، و همش هم به علت این هستش که ترکیه به غلط چیز مخالفت با سوریه رو پیش گرفت و سوریه هم حالا پیروز شده به کمک همسایه ها و انتخاباتی شده و بعدم اونجا کارهای به اصطلاح بازسازی دارن میکنن، پاکسازی دارن میکنن، و این افرادی هم که از اونجا سرازی شدن به عراق، و البته خب آقای اوباما و بقیه میگن ما اطلاع نداشتیم، و اینجا هم با سوال پیش میاد که چطور امکان داره وقتی که شما ادعا میکنید که ما یک دونه مگس از خونتون بیاد بیرون بخواد پرواز کنه ما عکسشو میگیریم و شکلشو میگیریم و شناسنامهشو میدونیم که کی بوده و چی بوده، بعد حالا میگید که ما این قشون به قولش خودون 700 نفر به قول یکی 1000 نفر رو ندیدین، مثل که مثلا میگن عجی مجی لا ترجی غیب میشن بعد عجی مجی لا ترجی ظاهر میشن، و اینو مردم دیگه نمیخرن این حرفا رو. بعد از یه طرف هم میگن که بله ما چند وقتی که رد اینا رو داشتیم و حالا فکر نمی کردیم اینطوری باشه، فکر نمی کردیم اونطوری باشه، یعنی هیچ کس حرف درست نمی زنه، ولی انقدر واضح هست همین الانه که تنها مملکتی که میتونه تمام این نابسامانی ها رو مهار بکنه با کمک اون قدرتی که از همه به اصطلاح ادعا میکنه امریکا که ما قدرت ما همه بیشتره، حالا همون ادعا کننده این قدرت ها داره خواهش میکنه از ایران که بیایید و شما خلاصه اینا رو جمع و جورشون کنین. ایران هم خب البته برای خودش شرایطی داره و فلان این حرف ها. چند هفته پیش هم بود که آخر برنامه ما صحبت میکردیم، دوست عزیز زنگ دادن که گفتن صدام حسین قرامت نداد، نه فلان نداد، بهمان نداد، ما گفتیم خب عراق مال ایرانه، بی خودی هر نظری کردی، از بغداد جنوب بغداد، از جنوب بغداد تا خلیج فارس تقریبا یه استان بزرگ ایرانه، از اونجا به بالا میمونه اون مقدار وسطش که بیشتر اون افرادی که به صدام حسین علاقمند بودن و پایدار بودن، بعد از اونم تمام اون منطقه نفخیز هستش که نمیدونم در جنوب بغداد تا بصره نفت هست یا نیست، اینو من نمیدونم، اونایی که میدونید به ما زنگ بزنید بگید که ببینید آیا اونجا نفت هست یا نیست. به هر حال ایران یه قدرت وزنه تقریبا متعادل کننده ای هست در اون منطقه و سعی دارن میکنن که این قدرت بتونه جلوی اینها رو بگیره، و در ضمن یک آقایی هست به نام آیت الله سیستانی که ایشون هم گفتن به تمام شیعان که برید و هم ریختن و اسم نویسی دارن میکنن، تمرین دارن میبینن که بتونن سفارایی کنن در مقابل بقیه و امکانن یه بزن به کوبی بشه، و در این بزن به کوب ها معمولا مثل این میمونه که شما یه دی رو که پنهان بودن یه کاری میکنین که همه میریزن بیرون، اون وقتی ریختن بیرون دیگه حساب همه رو میریزن به هم دیگه میرسن، دیگه در خفا نیستش که یکی بگه اینطوریه یکی بگه اونطوریه، و فعلا در این جهت داره پیش میره و ما مطمئن هستیم که یک روزی خواهد رسید که
سه مملکتی که در اون منطقه هستن، ترکیه و ایران و مصر، یک معاهده مثلثی با هم برقرار خواهند کرد و این معاهده مثلثی باعث خواهد شد که این سه مملکت برای پیشرفت و رفاه افراد مملکت خودشون و افراد مملکت همسایه خودشون که در اون خاورمیانه بزرگ باشه اقدام خواهند کرد و سطح زندگی مردم خودشون رو بالا خواهند برد، تحصیلات مردم خودشون رو بالا خواهند برد و جلوی تمام این انفجارات یا چیزا چی میگن خرابکاری ها این حرفا رو میتونن بگیرن. و مردم هم بدونید مردم هستن که پشتیبانی شما هستن، مردم هستن که اون استخون فقرات هر مملکت رو ایجاد میکنن، مردم هستن که در صحنه حاضرن، مردم هستن که میان جون و خون خودشون رو فدا میکنن که یک مملکت سر پای خودش بیسته و بتونن زندگی رو ادامه بدن، چرخ مملکت رو بچرخونن. و در مقابل اون هم که خب میدونید دیگه دسیسه‌های مختلفی هست که بیشترش هم از اونهایی که سرزمین‌های فلسطین رو غصب کردن و هر روز هم میگن صحبت صلح بکنیم و 10 نفر رو میکشن، میگن خب حالا که 10 نفر کشته شد بذارید 10 روز دیگه صحبت کنیم، بعد 10 روز دیگه باز 10 نفر دیگر میره 10 روز دیگه، خلاصه 50 ساله که دارن صحبت میکنن و هنوز هم که هنوزه جنگ تموم نشده. یادشون باشه دو لغت هست، ترک مخاصمه میشون گفتن اون زمان یا اتمام جنگ. جنگ بین قاسمین سرزمین های فلسطین و مسلمان ها تموم نشده، فعلا گذاشتن که روی چیز کوچیک داره، روی فتیله خیلی کم داره میسوزه، مثل اونطوری شعله نمیکشه و خاموش نکرد. بله شمعک، بله یه شمعک داره میسوزه، اونطوری مثل قبلش نمیسوزه، نه میخوان این شب و فوتش کنن که خاموش بشه، اون وقت باید یه شرایطی ایجاد بشه، اینا هم حاضر نیستن اون شرایطی ایجاد بشه، اینه که میخوان این شمعک همینطوری یواش یواش این بسوزه، بگن خب هنوز جنگ هست، نه جنگ نیست، ما ترک مخاصمه کردیم، میخوایم صلح بکنیم، بیاید صحبت کنیم، یه چای شما بخوریم، یه قهوه ما بخوریم، یه همینطوری ادامه پیدا کنه. چرا اینا فکر میکنن این مردم فلسطین بالاخره میمیرن، از بین میرن، غافل از این که اونی که این مردم رو خلق کرده تمام این چیزها رو پیش بینی میکنه، تمام این چیزها رو میدونه، یعنی هر خانواده فلسطینی 10-12 تا بچه دارن، یه پدر و مادر بمیرن جای اون 12 تا پدر مادر هستن، اون 12 تا 12 تا میشه 144 تا. این هستش که حساب ها زیاد درست در نمیاد و هر روز هم که داره میگذره بیشتر و بیشتر میبینیم که عرصه برای یه عده‌ای داره تنگ میشه، اونها هم نمیدونن چی کار بکنن، میان به امریکا، به امریکایی ها میگن شما بیایید ما رو نجات بدید، امریکا میخواد نجات بده، میگن ما اونطوری نمیخواییم، اینطوری میخواییم. و خلاصه قضیه به جایی داره میرسه که یکویی پرده ها کنار خواهد رفت، وقتی که پرده ها کنار رفت یه چاره جزئی نیستش که بیایید یا با حق باشید یا با باطل، و ما همیشه هم گفتیم که حق بر باطل پیروز میشه و نور بر ظلمت فائق میشه و ما کمتر از این چیزی نمیگیم. بله هفته پیش هم داشتیم براتون یه چیزایی میخوندیم از این گفتار اینجا، یکی از اینها البته نمیخوایم بگیم که این خیلی برخورنده است، ولی تیترش میشه قاتل اردوگاه قانا در مراسم نیایش صلح، و تو این فکر میکنم عکس یکی از این افرادی که در سرزمین های فلسطین زندگی میکنه مثل این که اون انداختن، بزنیم ببینم عکسش میاد نه، نه عکسش اینجا نیست. بله بعد نوشته اینطور میشه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مراسمی در واتیکان با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی مراسمی تحت عنوان نیایش صلح برگزار کردند. خب ما هیچ حرفی نداریم، صلح و دوست داریم،
ولی اونی که خون از دستش داره میریزه رو چطور آوردید سر میز صلح گذاشتید؟ این صحبت اینو داره میگه. در این مراسم درخت زیتون به نشانه صلح کاشتن. عباس و پرز با فشار دادن دست همدیگر مدعی شدند که خواستار تحقق صلح در خاورمیانه هستند. محمود عباس در شرایطی دست صلح و دوستی به سوی رژیم زایونیستی دراز کرده است که رژیم اشغالگر قدس جنایات بیشماری را درباره فلسطینیان مرتکب شده و به غیر از کشتار ملت فلسطین آنان را از سرزمین مادریشان اخراج و آواره و سرگردان کشورهای مختلف کرده است. به دستور شیمون پرز 18 آپریل سال 1996 دست کم 100 زن و کودک در اردوگاه قانا واقع در جنوب لبنان قتل عام شدند. رژیم صهیونیستی پس از این قتل عام مدعی شد که این بمباران به دنبال یک اشکال فنی صورت گرفت. خوب گوش کنید چطور داره میشه. بیایید و یه در رو بکشید بعدم بگید ما اشتباهی این کار کردیم. چند روز پیشا بود چند تا سرباز آمریکایی در عراق یا افغانستان یکی از اینجا 5 نفرشون بمباران شدن به وسیله گروه خودشون و بازماندگان این افراد ادعا دارن میکنن و دولت امریکا و اونهایی که این اشتباه رو کردن باید خسارت پرداخت. ما نمیدونیم برای این 100 خورده انسانی که در سال 1996 18 سال پیش که اینطور کشته شدن آیا به اینها خساراتی داده شد؟ آیا خساراتی به اونا داده شد همونطور خساراتیه که به بقیه میدن؟ به هر کدوم 10 میلیون دلار دادن، به هر کدوم 10 دلار دادن، نمیدونیم این حالا. ولی بدونید اونی که آگاه هست حساب دستشه، نمیتونید الکی از این حساب ها در بدید. این یک. حالا ما خیلی خوشحال میشیم، خیلی خیلی امیدوار میشیم که اگر صلحی برقرار بشه 6-7 میلیون یهودی زایونیستی که در سرزمین های فلسطین دارن زندگی میکنن بیان دست بردارن از این شیطنتشون، دست بردارن از این کارهایی که این موش تو همه کار همه دارن میدونن. 6 میلیون 7 میلیون هم بیشتر نیستن. تمام زندگی رو برای اهل اون منطقه به کامشون تلخ کردن. 300 میلیون عرب هستن اونجا دارن زندگی میکنن و کی این خواهد شد ما نمیدونیم. هر وقت هم هرکی حرفی میزنه اینا یه چیز دیگه در مقابلش میگن. خیلی خوب. ولی بالاخره یه جایی خواهد شد که این صبر عده پر خواهد شد، اون کاسه صبرشون لبریز خواهد شد و اون موقع دیگه هیچ کس جلو هیچ کس رو نمیتونه بگیره و طوری هستش که انشالله هیچ وقت همچین روزی نیاد. ولی اگر بیاد که دیگه واقعا کار خیلی بلی خواهد شد. بله یه چیزی کوچولوی دیگه هم هستش که اینجا ما گذاشتیم با شما در میون بگذاریم و نمیخواد را بگذاریم. بله میگن انتخابات سوریه یک مقدار زیادی به ایران چیز داد، یعنی اعتبار داد که ایران در این منطقه بالاخره کاری هست و این برای مردم اون منطقه خیلی خوب هست، مخصوصا حالا احتیاج به یک مملکتی دارن که بتونه این وضعیت نابسامانی که داره پیش میره رو اینها رو یه ذره متعادل بکنن، اینها رو یه مقدار مهار بکنن و
تا ببینیم روزهای آینده چی میشه. اولین صحبتی هم که شده آقای جان کری مسی که دیروز پری روزایی حرفی زدن راجع به ایران که خواهش کردن که مثلا بیایید یه مشاورتی کنیم یا صحبتی کنیم و توی اخبار بودش که از طرف ایران در سفارت ایران در عراق هم نمایندهی هستش که میتونه صحبت کنه با این افراد و با هم راجع به این موضوع وخیم روز با هم دیگه بتونن مشورت کنن. بله، این شبکه تلویزیون العربیه طی تحلیلی درباره انتخابات سوریه نوشت این انتخابات توانست قدرت ایران را به تصویر بکشاند. بله، بعد البته العربیه مثل این که مال عربستانه و اون خانوادهی که اونجا سلطنت میکنن اونها پول و خرج این کانال تلویزیون رو میدهد که نتایج انتخابات رئیس جمهوری سوریه و پیروزی بشار اسد در یک صحبت و تحلیل این بودش که پیام ایران بود مبنی بر این که این کشور بازیگر کلیدی هست و حتی وقتی که امریکا و غرب و کشورهای عربی در مرحله حضور داشته باشن. این خیلی جالبه اگر از طریق عربستان گفته شده، به این معنی که با هم این که عربستان با هم این که امریکا با هم این که تمام کشورهای دیگه و ترکیه، این امروز راجع به این هم صحبت شد که ترکیه همون اول گفته بود که بله بشار اسد باید بره دیگه، این نباید اینجا بمونه، این طور نشه اون طور نشه. بعد حالا بشار اسد به وسیله مردم سوریه انتخاب شده، حالا چند نفر بودن انتخاب کردن چند نفر بودن انتخاب نکردن، با تا حالا صحبتی از طرف امریکا یا اون افرادی که همیشه جارو صدا در میارن که این انتخابات رم دوزی بوده رم انتخاب نشده بوده فلا نشده، فعلا همشون خاموش نشستن و اینها دارن میگن که بله ایران نشون داده که با همه این که تمام این افراد مخالفن اینا تونستن یه شخصی رو اینجا نگه دارن. امروز هم تو این جلسه در این راستا اینطوری صحبت میشد که بله ایران کلیدی هستش که باید تمام این قضای عراق رو به وسیله ایران حل کرد و برای ایران فرق نمیکنه کی نخست وزیر عراق هست کی نیست، همونقدر که اون ده نقطه ای رو که ایران میخواد انجام بشه رو هر نوع دولتی هست اونو انجام بده ایران اونا رو اجازه میده که بتونن بیان و اونجا انتخاب به وسیله مردم انتخاب بشن و بتونن این کار رو انجام بدن. یعنی اگر آقای مالکی تا حالا نتونسته کاری انجام بده حالا ایران براش فرق نمیکنه که آقای مالکی باشه یا آقای کسی دیگه باشه، اینطور که اینا دارن میگن. حالا ممکنه اینم یک حربه دیگه است که بین ایران و آقای مالکی مثلا اختلاف بندازن و فلان کنن. به هر حال یادتون باشه نه آمریکا نه اروپا نه هیچ جای دنیا دلش برای مردم عراق نسوخته، نه تنها برای مردم عراق، برای مردم ترکیه هم نسوخته، برای مردم سوریه هم نسوخته، برای مردم لبنان هم نسوخته، فلسطین هم نسوخته، ایران هم نسوخته، عراق هم نسوخته، افغانستان هم نسوخته. اینا فقط و فقط میخوان انقدر شلوغ بازی در بیارن که بیان تمام صنایع و مراکز تولید مواد خام این منطقه رو به دست بگیرن و مردم رو اجیر خودشون بکنن و ما خیلی خیلی متاسفیم که یه عده‌ای در حال بیخبری و نادانی دارن اینو قبول میکنن، یه عده با تمام هوشیاری اینو دارن میبینن و در مقابلش ایستادن و غربی ها به علت این که کورکورانه دارن دفاع میکنن از غاصبین سرزمین های فلسطین، علتش این هست که تمام اتاقهای فکری که تون واشنگتن هست
50%, 70% یهودیان. اونها هستن که دارن اداره میکنن این اتاقهای فکری رو. بقیه هم چاره جز دنبال کردن اون افکار اونها ندارن. و امروز داشت صحبت میشد، دم کجا بود خدایا، در همین جلسه بود، وقت نهار بود، یه کسی اونجا نشسته بود میگفتش که من شنیدم از یه نفر که گفته که در مدرسه هایی که در شهر نیویورک هست و یهودی ها اونجا تحصیل میکنن، معلماشون به این بچه های کوچولو که تو کودکستانن یا دبستان هستن بهشون میگن که ببین، چون شما یهودی هستی از بقیه اینها خیلی بهتر هستی، ژنتیک شما خیلی بهتر از این یکی ها هست، چون ما دانشمندای ما هم از همه بیشتر هست، پولدارای ما از همه بیشتر هستن، تمام اقتصاد دنیا دست یهودی هاست، همه ما بهتر هستیم. در سر اینه که همیشه هم پول میخوار از دفعه لغت بده. به هر حال بعد اون یه شخص این حرف رو میزد، شخص مقابلم برگشت گفت آره این مسلمان هم یه جایی دارن به نام مدرسه، به اونا دارن یاد میدن که برید این انفدال. انفدال هم یه لغتی هستش که اصلا لغت پایی و اساس اسلامی نداره. انفدال اصلا ما نمیدونیم چیه، یه لغت درآورده خارجی هست، درآورده غرب هست. انفدال، انفدال اصلا به چیزی نیست. در زبان عربی یا زبان اسلامی کسی که الله رو قبول نداره کافره. کافر به انفدال نمیگن، کافر کسی هست که حقیقت رو میپوشونه، از لغت کفر میاد. به هر حال این بنده خدا این حرف رو میزد، اون یکی هم برگشته میگه شما مدرسه داری. خب خیلی خوب، میگی چی کار کنی؟ خب اون وقت جواب نیست، جواب نیست. بعد تو همین برنامه بود، کی بود خدایا، باز دو سه هفته پیش بود، وقتی ما گفتیم هر کشتی که وارد خلیج فارس میشه از تنگه هرمز که میخواد بیاد از کشور ایران اجازه میگیره بیاد تو. و علتش هم این هستش که قسمت عمیق خلیج فارس در تنگه هرمز جز آبهای کشوری ایرانه، بین المللی نیست. اون بین المللش برید را برید تو گل میخوابید، هیچ کسی دیگه نمیتونه را برید. بعد یه نفر به اون شخص میگفتش که نه همچین نیستش، قانون بین المللی هست، مگه تنگه فسفورس و داردانل چیز نیستش که همه ازش میرن و میان و فلانی حرفا. و بین اون دو نفر اختلاف افتاده بود، نه من بالاخره چطوری اینا با هم دیگه کنار آمدن یا نیومدن. اینطور هستش که شما هر جا هر حرفی بخواید بزنید، ده نفر اونجا قبلا آزمایش دیده و تمرین شده هستن که در مقابل شما شروع کردن چیز کردن، صحبت کردن که نه اینطور نیست اونطوره، اینطور نیست اونطوره. بعد به هر حال فکر می‌کنم قائله اینطوری تموم شد که چون دریای سیاه فقط و فقط از گردنه واسفارس و داردانل راه داره به بیرون، این یک آبگذر بین المللی میشه. خب ولی تنگه هرمز 30 مایل، 10 مایلش یا 15 کیلومترش مال ایرانه. خب برید از اون طرفش برید، نمیتونن چون عمیق نیست. بعد میان اجازه میگیرن. خب اومدیم و ایران یه روز گفت اجازه نمیدیم، از این ور هر کس خواست بیاد و بره $1,000 رو باید بدیم ما را بدیم بشون. تا حالا نکردن همچین کار، چیزی نگفتن. اینطور حالا تا ببینیم بعدا چه خواهد شد، انشاءالله خیلی باشه. بله، بعد این شبکه تلویزیون اینو گفته که پیام ایران بود مبنی بر این که این کشور بازیگر کلیدی هست، حتی وقتی که آمریکا، غرب و کشورهای عربی در منطقه حضور داشته باشند. در ادامه این صحبت‌ها به عنوان انتخابات دوباره بشار اسد قدرت ایران را به تصویر کشیده نوشته شده که نتیجه انتخابات سوریه ارسال به پیام‌های سیاسی تهران به امریکا و قدرت‌های عربی هست برای اینکه توان توازن قوا در خاورمیانه با وجود تهران
بدون وجود تهران تغییر نخواهد کرد. بله، در این تحلیل همچنین صحبت میشه که تهران پیام واضح در دارد، ایران بازیگر کلیدی هست، حتی فلان فلان، بله، و خود را برای ارسال کمک ها به شورشیان به بیابان آورده باشد. خب بله، این یه اشتباهی بودش که اینا کردن، یا نمیدونم قبل نقشه قبلی بودش که یه مقدار اسلحه به اینا دادن، اینا از پنهان اومدن بیرون. یعنی یه موقعی هست که یه زیر پوشش دارن کار میکنن، بعد یکی بهشون یه آب یا اینقدر اسلحه بدیم یا از اونجا تلفن، اینا از اون پوشش اومدن بیرون، اون موقع خدمت همشون میرسن. فکر میکنم یه همچیزی اونجا باشه که در نهایت باز ایران یک بازیگر اصلی این قضیه خواهد بود. پیامی که از سوی ایران دیکته شد این بود که موازنه قوا تا زمانی که تهران از حکومت دمشق حمایت میکند تغییر نخواهد کرد. یعنی اون اعتمادی که ایران با بشار اسد داره، بشار اسد هم همون کارهایی که با ایران دارن انجام میدن یا چیکار میکنن، بدون چون و چرا با هم دیگه دارن کار میکنن، تا اون موقع ایران اجازه نمیده که بشار اسد از جاش تکون بخوره. اینطور که ما میفهمیم، اینو که عربا نمیشتن. بعد هم پس از این مقامات رسانه‌ای دیگر نیز در تحلیل‌های خود درباره انتخابات ریاست جمهوری سوریه آنها را نشانه ارتجاع اسرائیل دانستند و ایران را به همراه حزب الله همواره در کنار مردم این کشور و مقاومت قرار داشته و این مسئله به اعتراض دشمنان مقاومت مانع از پیروزی تروریست‌ها شده است. یادآوری این نکته ضروری است که آمریکا و کشورهای مرتجع عرب به دنبال سرنگونی دولت سوریه ظرف فقط چند ماه بودن، اما این کشور اکنون بیش از 3 سال است که توازن با مقاومت کند و به اونها هم داره از بین میبره، تازه با موفقیت هم انتخاب انجام داده. پس بدونید مایه تأسفه که چطور امکان داره مردم ما اون منطقه نتونن بفهمن که نیت بقیه براشون نیت خوبی نیست و جز این که میخوان اینا رو سرفکنده بکنن، به بند خودشون بگیرن، کنن جز این اونها دیگه نیت دیگری ندارن. بعد در همین گفتار بودش که راجع به چماق و هویج صحبتی شد، که اونم مثل که امروز بود یه نفر سوال کردش که امریکا دیگه نه چماق داره نه هویج که تو اون منطقه بتونه مفید باشه، و به این آقایون سفیران خیلی برخورد همچین سوالی، گفتن نه ما هنوز چیز هست، بدون اجازه امریکا هیچ سنگی از جاش تکون نمیخوره، هیچ چیزی نمیشه، البته خب داره میشه و اینا فعلا اینطوری دارم میگن. بعد خیلی هم حساس شدن تازه یه راجب اون به رئیس جمهور خودشون توهین میکنن که این آدم مزخرف و بی خودی هستم فلان میکنن به ما. به هر حال داره همینطوری پیش میره و ما امیدواریم که همیشه در دعاهایی که مسلمان هم میکنن که یا الله اونهایی که انسان‌های نسبتا خوبی نیستن اینها رو مشغول به همدیگه بکن. ما یه 45 دقیقه گذشته از این وقت، نمیدونیم آیا ایران گل زد یا نزد. اگر خبری راجع به این داریم به بقیه بینندگان محترم بگیم. و امروز هم خب همه دارن برنامه فوتبال رو تماشا میکنن و ما میتونستیم این برنامه‌مون رو یا بذاریم روز دیگه باشه، یا بالاخره اومدیم خدمت شما امروز که اینجا این صحبت‌ها رو بکنیم و به شما این اطلاعات رو بدیم. و
فهمیدم انشاءالله خیر باشه، انشاءالله خیر باشه. بله حالا ما اینجا یه نوشته ای داریم از یه جایی که در اهواز بوده مثل این که، و این یه کارخونه بوده که الکل صنعتی تولید میکرده و این الکل صنعتی که تولید میشده به احتمال قوی مثل این که در ساختار این مواد الکل صنعتی یه مقدار اضافه هایی که میمونه میریزن توی حوضچه، چیزی که اونجا مثلا یا تبخیر بشه یا خشک بشه یا دفع بشه یا فلان شه، و این یه بوی عجیب غریبی از خودش میداده بیرون. اینو براتون میخونم، خیلی جالبه. نوشته اخبار خبرنگار کیهان: احمد لاهیجان زاده گفت با شکایت مردم اهواز از انتشار بوی نامطبوع به محیط زیست استان و آزار دهندگی انتشار این بو، سبب شد امام جمعه اهواز، استانداری و حتی معاون دادستان اهواز درخواست شناسایی و برخورد با عامل انتشار بو بکنند. احمد لاهیجان زاده با اشاره به گرمای اهواز و شرجی بودن هوا به همراه افزایش میزان انتشار بوی نامطبوع افزود: برای بررسی موضوع 4 تیم تشکیل شد که در نهایت به کانون اصلی عامل انتشار بوی نامطبوع که کارخانه الکل سازی رازی بود برسند. وی عامل انتشار بوی بد را به ماده‌ای به نام ویناس دانست. حالا من نمی‌دونم ویناس چیه، با یه ذره شیری هم بلدید. بله، به عنوان پسمانده تولیدات کارخانه وارد حوضچه هایی که برای جمع‌آوری این ماده در نظر گرفته شده است می‌شود. معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در این باره گفت: کارخانه الکلسازی رازی منبع انتشار بوی نامطبوع در اهواز است و در این صورت عدم رفع مشکل تا 15 روز آینده کارخانه مطابق قانون تعطیل می شود. خب این 15 روز یه چیز بیلون بلالی هست، برای شما یه نامه میاد در خونتون میزنه پلیس یا اون یا شریف یا کسی میگه که آی فلان کس، شما 15 روز وقت دارید که فلان کار رو فلان جور بکنید. بعد این 15 روز میشه 30 روز، میشه یه ماه، میشه 2 ماه، میشه 3 ماه، شما هر دفعه یه ذره کاری میتونید انجام بدید و این ادامه پیدا کنید. ولی مثل که اینجا سنبه خیلی پرزور بوده اینطوری گفتن. بله اینطوری گفتن که در تا 15 روز مطابق قانون تعطیل شد. احمد سیاهی افسود، حالا من آقای احمد سیاهی کیه، احمد لاهیجان زاده کیه، بقیه کیه، اینا رو من نمیشناسم این افراد. احمد سیاهی افسود: مدیر عامل این کارخانه باید در مدت 15 روز برنامه زمانبندی خود و اقدامات انجام شده در جهت رفع بوی آزاردهنده را به ما اعلام کند، زیرا قرار نیست کل جمعیت شهر را فدای 260 کارمند این کارخونه کنیم، با اینکه شهروندان ما فدای تولیدات و مسائل اقتصادی شود. خب خیلی صحبت جالبه. 260 نفر کارمند بدبخت بیچاره‌ای که تو این کارخونه الکل سازی صنعتی دارن کار میکنن، یا اون کسی که جواز این کارخونه رو صادر کرده یا کارخونه رو طرح کردن و جواز ساختمانش رو گرفتن و انجام دادن، سهلنگاری اون شخص رو در از 15 روز نباید دور گردن این بنده خدای 260 نفر انداخت و حلقه ریزشون کرد. اینا که گناهی نکردن، مسئولین رو باید پیدا کنیم، راه حل رو باید پیدا کنیم، بعد به مردم احواز هم اطلاع بدیم این بنده خدا 260 نفر از شما هستن، از کره مریخ نیومدن اینجا برای کار، اینا مثل شما ممکنه عائله‌ای داشته باشن، خانواده‌ای داشته باشن، پولی کردن رو در میارن برای مصرف خانواده خودشون دارن مصرف میکنن،
یک مقدار وقت مناسب بدید، همینطورن که اشاره کردن مثل این که من این 15 روز هم باز دارم میگم ظرف مدت تعیین شده. خب این مدت تعیین شده، آها این بالا هم یه چیزایی دیگه هم نشون ببخشید من خیلی معذرت اینجا نشه بر اساس گزارش داره تشکیل شده در حضور انتشار بوی بد در شهر روز پس از بررسی مدیریت کارخانه الکل رازی بر اساس این مورد دادگاه تشکیل شد و در خصوص انتشار بدی بود در شهر افاس پس از بررسی مدیریت کارخانه الکل سازی رازی را محکوم کرد و پس از تشکیل دادگاه تجدید نظر بار دیگر دادگاه همان حکم را صادر کرد و 2 سال حبس و 4 ماه تعلیق از فعالیت برای مدیر عامل کارخانه الکل سازی صادر کرد. به گفته معاون عمرانی استانداری خوزستان بر اساس این حکم مدیر عامل اگر نتواند ظرف مدت تشکیل شده مشکل را حل کند 2 سال حبس درباره او اجرا خواهد شد. خدا ان شاء الله انصافشون بده که الحمدلله اینطوری دارم میگم که 15 روز همون 15 روز نیست، همونطوری که ما عرض کردیم خدمت شما یا 15 روز داری این کار رو بکنی در این 15 روز باید یه چیزی بنیست که ما بخواییم این کار بکنیم بعد یه چیز دیگه اضافه بکنیم، یعنی سعی کنی با تمام قوای خودت بری جلو که این مسئله رو بتونی حل بکنی، نباشه اینطوری که بگیم آقا خب ما دیگه خب یکی دیگه کرده خب به ما چه میری زندان 2 سال زندان دیگه 60 سفر هم از کار بیکار میشه. من خیلی امیدوارم خیلی خوشحالم که اقلا مردم ایران دست در دست هم دارن در دوربر خونهشون اگر کسی یه کار اشتباه داره میکنه سلام عرض کردم بفرمایید خواهش میکنم. سلام آقای اجلالی خسته نباشید. همچنین تشکر میکنم از حضور شما، حالتون؟ مرسی آقای اجلالی عراق چرا اینجوری شد؟ گفتم که مال ایرانه بچه نام هواپیمابان امریکا یاره میرم اونجا. آره دیگه با هم دیگه بخواهم کمک کنن حالا به خیلی 1000 میلیارد حسینه بدهکاری دارن اینا به ما مناخره اینجا چی باید این حس بدهی رو بده؟ خب دارن میگیرن دیگه از جنوب بغداد تا بصره مال ایرانه حالا. آقای رجالی خلاصه نمیدونم چه خواهد شد. آقا خود امریکایی هم که ناب فرستادن اونجا ایران نمیدونن چه خواهد شد. بالاخره ما کاری نداریم، حالا مهم اینجا ما ادعا میکنیم 1000 میلیارد تومان 1000 میلیارد دلار طلبکاریم از ایران. بله و این نمیشه که کردها میبرن اون وقت که دنیا آمدن بعد علم کردن آدم کشی میکنه از این وقت که شیعه ها نمیدونیم چه خواهد شد. بله البته این پول وصول خواهد شد. چرا؟ چون از لحاظ قراردادها و این قبول خسارات این حرفا حق با ایران هست و به تدریج این پول رو خواهند گرفت. حالا چطوری خواهند گرفت نمیدونم و چقدر گرفتن تا حالا اونم نمیدونم، ولی خب انقدر عراق داره که این پول رو از عراق بگیرن و به عراق هم چیز نشه صدمه ای نخوره. حالا اگه کشور یه پارچه بمونه داره نفت داره بالاخره درآمد داره باید این خسارت رو بده. بله بله برادر عزیز نفت در بصره وجود نداره، بصره و اون اطراف نفت نداره. میگم نفت در جاهای دیگه نیست، فقط در موصل و کرکوکه یا جاهای دیگه هم نفت دارن. آه از برخواه شمابیش این برخواه هم داره ولی خب برخواه شما بهتر میدونی کجا به کجا هست. آه ولی اونو نمیدونم من هم اطلاعات هم مثل شما. خیر انشالله خیر انشالله. بله بله روز خوبی باشه خسته نباشید. تشکر میکنم از حضور شما قربانه برم از یاد لطف عزیزت خیلی تشکر. بله دوست عزیزی دارن میفرمان که عراق به ایران 1 تریلیون دلار بدهکار هستن و این 1 تریلیون دلار رو کی میخواییم بگیریم و کی نمیخواییم بگیریم اونو نمیدونیم. انشالله خیر باشه. وقت ما به انتها رسید. خیلی تشکر میکنم از حضور شما. میدونم همه مشغول تماشای فوتبال هستید یا خواهید بود انشالله، رحمان امیدوار موفقیت برای ملت و مملکت و مردم ما باشه. تا هفته آینده باز خدمتتون برسیم انشالله
که خود شما حضور داشته باشید برنامه ضیافت گفتگوی خودتون رو رونق بدین. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد. I'm